محمد هادی ساروی اولین مدال طلای ایران در المپیک پاریس رو صید کرد و مبینا نعمت‌زاده با کسب مدال برنز تاریخ ساز شد. سلام خدمت همراهان. شب رویایی کاروان ایران در المپیک پاریس با دو مدال ارزشمند به پایان رسید. در روزی که سعید اسماعیلی و علیرضا محمدی به فینال اوزان 67 و 87 کشتی فرنگی رسیده بودند، هادی ساروی هم در وزن 97 این رشته به مدال با ارزش طلا رسید و اولین طلای کاروان ایران در پاریس 2024 رو به نام خودش ثبت کرد. همزمان مبینا نعمت‌زاده تکواندوکار 19 ساله ایرانی هم به مدال برنز رسید و دومین بانوی ایرانی لقب گرفت که در تاریخ مسابقات المپیک به مدال رسیده. تو این ویدیو همراه من باشین تا با هم مروری به آخرین اتفاقات المپیک 2024 داشته باشیم. هادی ساروی کشتیگیر وزن 97 کیلوی کشتی فرنگی ایران که روز گذشته با قدرت به فینال این وزن رسیده بود، در کشتی فینال خود مقابل آرتور الکسانیان ارمنی قرار گرفت. الکسانیان چهارمین المپیک خودش رو تجربه می‌کرد و سابقه یک طلا، یک نقره و یک برنز المپیک و 4 طلا و 1 نقره مسابقات جهانی رو داشت. تو وقت اول ساروی اختار اول رو دریافت و تو خاک نشست، ولی امتیاز دیگه‌ای به الکسانیان نداد. تو وقت دوم الکسانیان اختار گرفت و امتیاز داد، ولی ساروی هم نتونست از فرصت استفاده کنه. تو 90 ثانیه پایانی ساروی از غفلت الکسانیان استفاده کرد و تونست خاکش کنه. ارمنی‌ها اعتراض داشتن و درخواست چلنج کردن که این چلنج هم رد شد تا ساروی 4-1 جلو بیفته و در نهایت با همین نتیجه برنده این کشتی بشه و به مدال طلای المپیک برسه. این اولین طلای ایران در پاریس 2024 بود. اگه علاقه‌مند به اخبار کشتی و المپیک هستین، حتما ویدیو رو لایک کنین. در وزن منهای 49 کیلوی تکواندوی زنان المپیک پاریس، امروز مبینا نعمت‌زاده تکواندوکار 19 ساله ایرانی تو گام اول ورزشکاری از لسوتو رو شکست داد. مبینا تو مبارزه دوم خودش نماینده سرشناس اسپانیا رو برد و در مبارزه نیمه نهایی مقابل نماینده چین شکست خورد. بعد از برگزاری مسابقات شانس مجدد، نماینده عربستان مقابل مبینا قرار گرفت و مبینا توی مبارزه کاملا برتر تونست این ورزشکار عربستانی رو ببره و به مدال با ارزش برنز این مسابقات برسه. مبینا بعد از کیمیا علیزاده دومین زن ایرانیه که برنده یه مدال المپیک شده. تو این وزن وینا پوریونس هم به نمایندگی از تیم پناهندگان حضور داشت و با 2 باخت به کار خودش پایان داد. کشتی آزاد المپیک هم از امروز شروع میشه و حسن یزدانی مسابقات خودش رو از همین امروز شروع میکنه. حسن قرعه نسبتاً راحتی تا فینال داره و حالا همه منتظرن تا این کشتیگیر سرشناس ایرانی به دومین مدال طلای المپیک خودش برسه و تبدیل به پر افتخارترین کشتیگیر ایرانی المپیک بشه. حسن یه طلا و یه نقره المپیک رو داره و حالا در غیاب رقیب دیرینه و سرسخت آمریکایی خودش، شانس اول قهرمانی تو وزن 86 کیلوی کشتی آزاد پاریسه. مسابقات نهایی دو وزن دوم کشتی فرنگی هم به پایان رسیدن و نفرات برتر این مسابقات معرفی شدند. در وزن 77 کیلو ناو کوساکا از ژاپن قهرمان شد و ژادرایف قزاق به نقره رسید. آمویان از ارمنستان و آکشول از قرقیزستان هم به مدال برنز این وزن رسیدند. در وزن 97 کیلو هم هادی ساروی از ایران قهرمان شد و آرتور الکسانیان ارمنی در جایگاه دوم قرار گرفت. نمایندگان کوبا و قرقیزستان هم تو این وزن به مدال برنز رسیدن. در کشتی‌های فینال دو وزن پایانی امشب علیرضا محمدی از ایران در وزن 87 کیلو مقابل سم نوویکوف بلغارستانی قرار می‌گیره و در وزن 67 کیلو سعید اسماعیلی جانسخت به مسافه پرویز نصیبوف اوکراینی میره.
به نظر شما با توجه به مسابقات کشتی، تکواندو و وزن برداری، کاروان ایران در المپیک چند مدال دیگه میتونه کسب کنه؟ حتما نظر خودتون رو این پایین برام بنویسین و منتظر ویدیوی بعدی المپیکی دانستنی یونیک باشین.